پسری پدرش به قتل میرسه. اون برای اینکه انتقام خون پدرش رو بگیره تصمیم میگیره یکی از اعضای خانواده قاتل رو به قتل برسونه. به نظر شما این عدالته؟ یه سوال دیگه هم ازتون میپرسم. اون پسرک حالا که پدرش کشته شده هیچ منبع درآمدی نداره. کسی که اون رو ساپورت میکرد، اون رو حمایت میکرد، یعنی پدرش، الان به قتل رسیده. حالا عدالت از دیدگاه اون اینه: اگر فرزندان یا اعضای خانواده تحت ساپورت اون شخص قاتلان و دارن از ثروتش استفاده میکنن، به همین دلیل اگر قرار باشه عدالتی برقرار بشه، این عدالت یکی از اعضای خانواده اون جای اون کشته بشه، برای اینکه بیشترین آسیب رو به اون برسونن. قبل از اینکه بخوایم همه چیز رو اسپویل کنیم، بیایم یه خلاصه از داستان بگیم. در ابتدا به اسم فیلم دقت کنید: کشتن گوزن مقدس. لانتیموس استاد بهره‌گیری از داستان‌های یونانی، از داستان‌هایی که از یونان قدیم اومده. یکی از این داستان‌ها اینه که شما گوزن مقدس رو بکشید، این گوز از شما انتقام می‌گیره و تک تک اعضای خانواده شما رو می‌کشه. به همین دلیل اگه می‌خواید دوچار این عقوبت نشی، یک راه بیشتر نداره، باید قربانی بدی. این فیلم و این استعاره رو کارگردان در یک تریلر روانشناسی میاره و تبدیل به یه اثر سورئال میشه. اثر سورئال اثری بین توهم و واقعیت. این فیلم واقعی نیست، سورئال ذهنیه، مثل این تابلو نقاشی، اثر جیغ. این تابلو ذهنیه و حالا یه تابلو کلاسیک نشون میدم. این تابلو رو ببینید، این تابلو زیباشناسیه. فیلم ما یه فیلم ذهنیه، بیشتر داره به ذهن کاراکترها نزدیک میشه. تو طول فیلم به دوربین دقت کنید، کاملا به ذهن کاراکترها داره نزدیک میشه. نوع فیلم برداری، همه چیز برای اینه که ذهن شما رو بریزه به هم. اگه میخوای یه فیلمی ببینی که بینش تو و طرز فکر تو عوض کنه و یه دیدگاه به بده، یه ایده تو ذهن بذاره که تو چند روز درگیرش باشی، این فیلمو ببین. این فیلم فیلمی نیست که همه چیز روی پرده نمایش داده بشه و یه پایان قطعی داشته باشه و مخاطب بره خونه. این فیلم فیلمیه که میبینیش و تو چند روز درگیرش. پس اگه از این فیلمو میخوای که ذهن تو به چالش بکشه، توصیه میکنم این فیلمو ببینی. این فیلم در مورد استیونه. استیون شخصیه که به طور نیمه عمدی یک مرد رو به قتل میرسونه و بعد از اون برای اینکه احساس گناه خودش رو کمتر کنه، سعی میکنه با پسر اون شخص ارتباط صمیمانه برقرار کنه. سعی میکنه به نوعی پدرش باشه، برای ساعت میخره، سعی میکنه علاوه مالی کمکش کنه، باش حرف میزنه، بیرون میره برای اینکه بار گناه خودش رو کم کنه. اما مارتین اینا رو میدونه. اون میدونه که الان اگر استیو داره بهش کمک میکنه، به خاطر اینه که میخواد بار گناهش رو کم کنه. میدونه که این کمک کردن ها برای اینه که وجدانش کم راحت بشه. میدونید دیوید لینچ یک حرفی میزنه، میگه گاهی اوقات بهتره که پنجره رو باز کنی تا کمی خیال بیاد. دنیای این فیلم یه دنیای فانتزی واره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در فیلم ارباب حلقا خیلی عادیه برات این اتفاقاتی که میفته. هابیت هست، نمیدونم یه سری غول هستن، کوتوله هستن، همه این اتفاقات برات عادیه. ولی اگه یکی با موبایل فیلم بگیره، انگار به تو اینج. داخل این فیلم کارگردان دنیایی میسازه که یک نفر میتونه عدالت رو برقرار کنه بدون اینکه احتیاج به پلیس یا قانون باشه. این فیلم یه تمثیلی از شکسپیره که مضامین اخلاقی رو به چالش میکشه. وقتی شما خودت بتونی عدالت رو برقرار کنی، اون موقع دنیا چطور جایی میشه؟ از جای جالبی میشه، جای ترسناک. کانسپت این فیلم یکی در مورد اخلاقیاته، یکی دیگه در مورد موضوع عدالته. و از همه اونها مهمتر، زندگی آدمها در دنیای مدرن و پست مدرن. ولی از دیدگاه من پست مدرن، این فیلم برای شاید 50 سال یا 30 سال دیگه قابل درک باشه تا الان. آدمایی که در این فیلم میبینیم خیلی مقطع حرف میزنن، خیلی آروم حرف میزنن، خیلی جدی و کم حرف میزنن. چرا؟ این نشونه آدم مدرن. آدم مدرن تو خودشه، درونگراست، کم حرفه، احساساتشو بروز نمیده. از همه اونها مهمتر، آدم مدرن آدمیه که سبک روحیش انگار اون احساساتی که آدم 50 سال پیش یا 100 سال پیش داره رو نداره. این فیلم خیلی منو یاد تابلو ادوارد هاپر میندازه، تابلوی با موضوع تنهایی، تنهایی انسان مدرن. به این تابلو نگاه کنید، از نوع نشستن کاراکترها و نوع نگاهشون، این دقیقاً نوع نگاه و نوع نشستن کاراکترها در طول فیلمه. معمولاً کارگردانای مطرح از نقاشی‌ها الهام می‌گیرن. در این تابلو صاحب پمپ بنزین رو نگاه کنید، با وجود همه ثروت خیلی آدم تنهایی. در یکی از سکانس استیون لخت به صورتی که خیلی تنها توی خونه مجلل نشسته. وقتی کاراکتر برهنه است، در واقعی‌ترین حالات احساسی خودشه، یعنی هیچ نوع نقابی و پرسونایی الان نداره. این انسان مدرن با وجود این همه پول احساس ضعف، ناتوانی و تنهایی شدیدی میکنه. نمیتونه احساساتش رو به زنش، به بچهش و به دخترش بگه. و برخلاف اون، این انسان مدرن به نوعی گرفتار شده. چه پسر 12 سالش، چه دختر 14 سالش و چه زنش، همه برای زنده موندن حاضرن هر کاری بکنن، همه نوع دروغی بگن، همه نوع آدمی بشن. به زن استیون دقت کنید، خدا رو در این فیلم طوری نشون میدن که به ما زندگی یا مرگ میده. به همین دلیل زن استیون میره پای پسر رو میبوسه برای اینکه ازش گذشت کنه، و در پلان بعدش میره و دست شوهرش رو میبوسه. وقتی حکم مرگ یا زندگی دست یک نفر باشه، اون شخصیت خدا میشه. از دیدگاه انسان مدرن این چیزی که تو این فیلم میبینیم، و این انسان مدرن احساسات کمی داره. شدن شخصیت ها
حاضر نشدن بگن من حاضرم قربانی بشم. اصلا یه همچین چالشی ما تو فیلم نداشتیم. از دیدگاه من ما تو عصر کلاسیک هستیم، شاید زندگی ما با گوشی با این امکانات در عصر پست‌مدرنه، ولی ما علاوه ساختاری و فرهنگی در حالت کلاسیک هستیم. شما یه موضوع پیش پا افتاده مثل پرسپولیس استقلال رو نگاه کنید، هیچ کس جرئت نداره از مجریان ایران بگه که من استقلالیم به پرسپولیسی. چرا؟ چون هنوز ما به دوره مدرن نرسیدیم که ممکنه نظر من با نظر بغل دستی فرق. اما این فیلم رسید به پست مدرن، یه دوره بالاتر از مدرن داره شاید 30 سال یا 40 سال دیگه رو نشون میده. آدمایی که کمتر از الان حرف میزنن، آدمایی که احساسات کمتری دارن، این فیلم در مورد این آدماست و تنهاییشون که با نقاشی ادوارد هابر در فرم فیلم اومده. از اون نور نارنجی تا اون شب و تاریکی، همه رو به نوعی در این فیلم میبینی و زبان بدن کاراکترها دقیقاً همینطور بسته است. کارگردان اینطوری فیلم میسازه، اوقات از یک تابلو به این صورت الهام میگیره. شما پلان اول با پلان انتهایی رو مقایسه کنید. در پلان اول کاراکتر استیون بعد از اینکه یه جراحی قلب داره، قلب رو عمل میکنه و به اشتباه باعث مرگ میشه، بعد از اون میاد بیرون و در مورد ساعت حرف میزنه. اصلا جون آدمو برای این آدم مدرن ملاک نیست، اصلا مهم نیست جون آدمو چی شده، برای اون ساعتش، تزئیناتش، زندگیش مهمه. برای همینه که پسر اون و دختر اون و زن اون اصلا براشون مهم نیست که چه اتفاقاتی براشون میفته. دخترش یا پسرش از خداشونه اون بغل دستی بمیره، اصلا خیلی راحت میگن که فلانی داره میمیره، دختر خانواده داره میره و میگه برادرم داره میمیره، یا پسر میگه که اگه تو مردی من میتونم منصفیت بردارم. اصلا مقوله جون آدم مهم نیست، مادیات انگار برای اینا مهمتره. پلان آخر رو ببینید. در پلان آخر برمیگردن به همون کافه که در ابتدای فیلم بود. دقیقاً استیون بر جای نشسته که مارتین نشسته و مارتین دورتر روی صندلی تنها نشسته. مارتین رو میبینید که صورتش زخمی شده. خیلی از کارگردان‌ها وقتی میخوان یه کاراکتر رو نشون بدن که روحش آسیب دیده، اون رو زخمی و به هم ریخته نشون میدن. مارتین هم از این قضايا و از این انتقام ریخته به هم. ولی وقتی که خانواده دارن نگاه به مارتین می‌کنن، زمان آهسته می‌شه. چرا؟ چون باز هم نگران جونش، نگران اینن که ممکنه باز هم بهشون آسیب برسه. اونا سرشون رو میندازن پایین و میرن. و این یه عدالت وحشتناک، این وحشتناک در این نوع عدالت وقتی پلیس قانون هیچ کس نتونه کاری کنه و یک نفر خودش عادل بشه، خودش کسی بشه که عدالت قرار برقرار کنه. یک فرقی بین فیلم مدرن و کلاسیک است. در فیلم کلاسیک برای مثال موزیک کاملا در خدمت فیلمه، ولی در این فیلم ما میبینیم موزیک تو را از ادامه دیدن فیلم دور میکنه، به اصطلاح ذهن تو به هم میریزه. تمام طول فیلم کارگردان با دوربین زوم میکنه، فوکوس میکنه یا برمیگرده فلو میکنه. این کار رو بارها انجام میده که حس استراف و استرس رو در مخاطب بسازه. تو طول این فیلم کاملا استراف و استرس رو حس میکنی، استراف و استرس کاراکترها رو. کارگردان تو طول فیلم دوربین رو نگه می‌داره و سعی می‌کنه کاراکترها رو کوچیک نشون بده برای اینکه اونا رو در مقابل این مشکلات کوچیک و ضعیف نشون بده. فقط وقتی زوم می‌کنه و صورتشون رو نشون میده که بخواد احساساتشون رو بیان کنه، و فقط وقتی تکون می‌خوره که از پشت سر اونا رو همراهی کنه و دقیقاً سرعتش با سرعت کاراکترها یکیه که اون حس استراب و استرس رو بسازه. موتیف رنگی که در این فیلم استفاده میشه نارنجی مردن. چرا نارنجی مرده؟ برای اینکه حس تحت فشار بودن و حسار کاراکترها رو بسازه. و یک چیز دیگه که برام جالب بود نظریات فروید بود. فروید بر این عقیده بود که ما سه نوع رشد داریم: رشد مقعدی، دهانی و تناسلی. رشد دهانی چطوریه؟ نگاه کنید، کودک وقتی که گرسنه است یا ناراحتی گریه میکنه، بلافاصله بعد از اون مادر سعی میکنه بهش شیر و با این شیر خوردن آروم میشه. وقتی که کودکی بدی داشته باشه و در این لحظات دچار تنش و اضطراب باشه، در بزرگسالی سعی میکنه با سیگار کشیدن برای مثال، با بد غذا خوردن این رو جبران کنه. یعنی نشون میده که این کودکی بدی داشته که اینقدر با دهان باید آرامش پیدا بکنه، بعد غذا میخوره یا سیگار میکشه یا زیاد غذا میخوره، اینطوری آرامش پیدا میکنه. کاراکتر ما رو نگاه کنید چطور غذا میخوره. وقتی غذا میخوره خیلی وحشیانه غذا میخوره. در اینکه یه کاراکتر عصبی رو بسازی، یه کاراکتر که مشکلات روی روانی خیلی زیادی داره، بر اساس نظریه فروید باید سعی کنی غذا خوردنش رو بدی. مارتین شخصی که کودکی بدی داشته، مشخصه داخل این فون کودکی اسفناکی داشته و از نوع غذا خوردنش کاملا مشخصه، از نگاهش که حالتی از جنون داره. شاید باورتون نشه ولی شنیدم این کاراکتر قراره بازیگر نقش جوکر بشه. بابا احسنت میگم به این انتخاب، چون جوکر هم جنون داره و این جنون رو قشنگ داخل فیس و کاراکتر این شخصیت میبینی. این واقعا میتونه این نوع کاراکترها رو بازی کنه، کاراکترهای دو قطبی و مجنون که دست به هر کاری میزنه.
یکی از پلان‌هایی که برام جالب بود پلانی بود که برای اولین بار دوربین می‌لرزه، در یک جای ثابت می‌لرزه، جایی که مرد میره و وقتی می‌بینه اشک خونی داره از چشم‌های پسرش میاد و می‌بینه که مرگش نزدیکه و می‌بینه که باید یک نفر رو برای اینکه به خط برسونه و قربانی کنه انتخاب بکنه، در اون لحظه دوربین می‌لرزه. وقتی دوربین می‌لرزه این برای اینکه حس استرس و استرس و عدم ثبات کاراکتر رو بسازه. الان مرد تو ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین حالت خودشه. بلافاصله بعدش کات می‌خوره به سکانسی که گریه می‌کنه. اون نمیدونه چیکار کنه، انگار دنیا روی سرش خراب شده. خیلیا کاراکتر رو یه آدم بی‌عرضه میدونه، برای اینکه در انتهای فیلم اون یه تفنگو برمی‌داره، چشماشو می‌بنده و شروع می‌کنه یکی رو رندوم کشتن. ولی از دیدگاه من خیلی کارش واقعا جالبه. به این دلیل جالب بود به خاطر اینکه به نظر من بهترین انتخاب گاهی اوقات انتخاب نکردن. یاد فیلم مستر نوبادی افتادم، جایی که میگفت بهترین حرکت حرکت نکردن. هر کدوم از کاراکترها رو می‌خواست خودش انتخاب کنه و بکشه به نوع قاتل، برای اینکه این بار گناه رو کمتر کنه برای خودش. سعی کرد چشاشو ببنده، همینطور بچرخه، رندوم شلیک کنه. چون اگه زنش رو انتخاب میکرد خب یه سری اش رو انتخاب کرد، اگه دخترش رو انتخاب میکرد سعی میکرد اصطلاحی بخاطر اینکه تو درساش موفق‌تره و آدم اجتماعی تره یه کاری رو به نفع جامعه کنه، و اگه پسرش رو انتخاب میکرد سعی میکرد احساسات و عواطفش که ضعیف‌ترین آدم رو انتخاب کرده به چالش بکشه. اون سعی کرد انتخاب نه، سعی کرد تقدیر رو قرار بده برای اینکه یک نفر از اونها رو قربانی کنه. اگه به این دست تحلیل علاقه‌مندی ممنون میشم من رو سابسکرایب کنی. اینکه خیلی 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 خوشحال میشم اگه نظرتو در مورد این فیلم برام کامنت کنی. گاهی اوقات شنیدن ایده‌های دیگران جذابه، بخاطر اینکه هنر پست مدرن اینطوریه که بیشتر از اینکه به ذهن کارگردان نزدیک بشه به ذهن شما مخاطب نزدیک میشه، یعنی پایان قرار در ذهن شما ساخته بشه.